یادگار. خیلی خوب باشه، ذهنت به هم ریخت. شوهر خواهرم یه چیزی گفت، من یه چیز دیگه. جیوان، ولی این مسئله به تو ربطی نداره. هرچی من گفتم درسته. اگه دلت خواست بیا من اونجا. دایی، داداش ایوان، اینو تو رستوران پیدا کردم. الان یه مهمون داشتین. بابام گفت مهمون داداش ایوان بوده. نه بابا، مهمون من نبود که. نمیدونم داداش، بابام گفت مهمون تو بودی. تو داری چی کار میکنی؟ تو فضای مجازی هم. شب با دوستامون جمع میشیم دوره هم. خب؟ خب نداره که، گفتم ما هم میاییم دیگه. تو برو داداش. داداش یعنی چی تو برو؟ ما با هم میریم، من و تو و جیلان و عارفه. پسر، دختره تازه جدا شده. داداش جدا شد؟ مستقیم اومد پیش تو. تموم شد رفت. مسئله دیگه تموم شد. باشه دیگه. جیلان هم حواسش یکم پرت میشه. اینجوری روحی همون تقویت میشه. به خدا عالی میشه، عالی. تو رو خدا بریم. خواهش میکنم. ماهر، اینجایی؟ زن داداش حسنه. سلام. استاد بالاست؟ چوه؟ خانومه؟ ها؟ جیوان؟ جیوان رفت. یکم صبر کن جیلان جان. باشه مامان، باشه. کدوم خانوم؟ بابا صبح یه خانومی سراغ داداش جیوانو میگرفت. منم تو ماشین به زن داداش گفتم، هی پرسید کیه کیه کیه، 10 دفعه پرسید. منم گفتم نمیدونم چیه، ببین هنوزم داره میپرسه. چی شده جیلان؟ آبجی بازم تو دردسر افتادی. باز چرا؟ یعنی چی که نتونستیم پیداش کنیم حسنا؟ عزیز دلم، از صبح تا حالا خونه رو گشتیم، به سالن زنگ زدیم، از سوده پرسیدیم. سوده کیه؟ نوه ی آقا قاسم لباس فروش. فرفریه مدلشو بهش باخته. نیست بهایتی، دستبند هیچ جا نیست، پیداش نمی کنیم. علی؟ بله استاد. بگو جیلان بیاد اینجا. چشم استاد. بهایتی ساکت شو استاد، ساکت شو. اون قصر رو گرفتیم، نامزدی تموم شده رفت، ولی هر روز بلاهایی که سرمون میاد تموم نشده. نه نه، توبه توبه. بله بابا. تو دیشب کجا بودی ها؟ گفتم که بابا. تو چیزی نگفتی. من بیرون بودم. کجای بیرون دخترم ها؟ الان میخوام برم همه جا رو بگردم. تو ساحل بودم. کسی پیشت بود یا نه؟ اونو بگو. استا تنها بودم بابا، کسی پیشم نبود. استا اگه میخوای من برم ساحل بگردم ها؟ اخه کسی اسم تو رو پرسید مهارت؟ علی برو ساحل رو بگرد، اگه بود به من خبر بده. چشم استا.
نیم ساعته میریم و میاییم، میریم و میاییم. شب شده ولی اونا هنوز جواهراتو نیاوردن. مامان جان، زشت نیست آخه؟ کار زشت رو اونا دارن میکنن پسرم. طله هامون که دیگه رفته، خدا بیامرزتشون. بیا دیگه عارفه، یه جمع خودمونی خوش میگذره. تازه فوتبالم گوش نمیدم، باشه؟ قول میدم. راستش نمیتونم، چه ایلانم وضعیتش خوب نیست. خب منم همینو میگم، واسه اونم خوبه. خوب از دیروز تا حالا حالش بده. آهر بریم پسرا. کجا استا؟ یه بارم ما بریم سالون رو بگردیم. بهای الدین، علی با ماهیگیرا حرف زده، اونجا هم چیزی پیدا نکرده. ممنونم استا. اونجا دمپایی هست، بزن اونا رو بردارن. ناقص بدیم میگیم دستبندو پیدا نکردی. آره، اون وقتی که دهن مادر شوهرتو نمیتونی ببندی، میخواد بگه دستبندو کشیدید بالا پسش ندادی. اینطوری کلا بغشارو نمیتونیم بدیم. جیلان جان، تو قشنگ فکر کن کجای ساحل نشستی. کسی دیدت؟ شاید یه دوستی آشنایی دیده باشه. نه مامان، کسی ندید. رسیدیم خاله حسنا. ممنون علی. بیا تو، گشنت نیست؟ نه خاله حسنا، خیلی ممنون. منم یه چیزای خوردم دیگه. ای اینو بگیر پسرم. خدافظ علی. نونمو بده. خدافظ. این چیه پسر؟ من نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ این دستبنده. آره دستبنده. آره اونشو فهمیدم. ولی تو ماشین چی کار میکرد؟ یه چیزی بگو دیگه پسر. اوستا من خاله حسنا رو میبردم خونه داماد، احتمالاً همون موقع افتاده باشه تو ماشین. پسرم گفتن ما نذاشتمش تو باغچه. آره آره همینو گفتن، ولی منم همون جاشو نفهمیدم. ماهر، ماهر کجا پیدا شد عرفه؟ تو ماشین ماهر بود مامان جون. داداش جمال، دستبند تو ماشین ماهر چی کار میکرد؟ ما هم نفهمیدیم چی شد. منم نمیتونم مامان، الان میارنش خونه. خدایا شکرت، ممنونم دخترم، قضا بلا رفع شد. خدا رو شکر پیدا شد. خدا رو شکر. وای حسنا، بالاخره پیدا شد. یه باری از رو دوشم برداشته شد که نگو و نخون. از حرف شنیدنم خلاص شدیم دخترم. خدای من، الان وقتشه که راحت خوش بگذرونی. دختر تو هم همش دنبال خوشگذرونی هستی. ولی گفتی تو باغچه نذاشیدش که. آره والا من کی نذاشته. منم نذاشتم. هیچ کدوم نذاشتین که. پس اون دستبند تو ماشین چی کار میکرده ها؟ بگو، عصبانی نمیشم. بگو. به جون خودم نمیدونم، قسم میخورم. این آفرین ما. اوستا دستبند دیگه، من چه میدونم از کجا آمده؟ حتما افتاده دیگه. پسرم چرت و پرت نگو، اعصاب منو خرد نکن. تو ندونی بس کی میدونه. اوستا اون تقصیری نداره. علی تو برو به کارت فرسته، خلاص نکن تو رو خدا. جیلان با من بود. ها؟ جلوی سالن همدیگه رو دیدیم اوستا. من حلقه رو آورده بودم که جیلان بدو بدو اومد بیرون. خب خب نداره اوستا، منم سوارش کردم. چرا به من نگفتی؟ حال جیلان خیلی بد بود اوستا، میترسید عصبانی بشی.
اون تقصیری نداره. معذرت میخوام. موستا ببین، جیلانو برداشتی آوردی، تموم شد. ولی از این به بعد نباید به استاد دروغ بگی. نمیگم استا. ماهر؟ بله استا. به آبجی حسنا زنگ بزن، برید اون دستبندو پس بدید. چش استا، حلش میکنیم. کاپلانم ببری. چیو؟ بابا هاپوه رو میگی؟ اونم هدیه بود دیگه، قشنگ بشورش، تمیزش کن، مرتبش کن، قلاداشو بنداز ببر تحویل بده. اوستا اون دیگه به خونه جدیدش عادت کرده، میگن همه جارم به گند کشیده. داداش من الان کاپلان از کجا پیدا کنم؟ چرا آخه این کارو به من گفت؟ چی دخترم؟ بیلیته. بیلیت کنسرت ایتالیایی. موسیقی ایتالیایی؟ آره. اونم مثل موسیقی معروف ترکیه است دیگه، فقط مخصوص ایتالیا است. میفهمی؟ میخوای بری؟ من اونجا چی کار دارم آخه؟ چی شد داداش، خبری نشد؟ نه، نمیان، الکی منتظریم. عارفه گفت حلش میکنم که. عارفه هم حلش کنه، اوستا اجازه نمیده. اونم اجازه بده، جیلان نمیاد. خب باش، حالا تو هم ناامید نشو دیگه. الکی فقط اینجا منتظریم. میان بابا میان. یه جای خیلی خوب میبرمتون، قول میدم. وایسا. نمیشه آبجی، تازه بابا هم اجازه نمیده. من گیرایی پیدا میکنم، تو فقط به من بگو میای یا نمیای. نه من نمیام. برو جیلا. ببین به خدا، به خاطر خودم نمیگم، ولی تو پاشو یه نگاه به خودت بنداز. به خودت نمیرسی، کفش پاشنه‌دار نمیپوشی، از من بدتر شدی. چی کار کنم؟ بیا بریم دیگه. ماهر راست میگه، یکی دو ساعت با آرامش کنار هم میشینیم، بعد برمیگردیم خونه. تموم شد رفت. با آرامش معلومه دیگه، فقط علی و ماهرن، چی میشه مگه؟ بابا چی؟ میگم اونو من حلش میکنم، تو هستی یا نیستی؟ باشه. آفرین. آره بودی و میدیدی وقتی بخچه رو دادم بهش چقدر ناراحت شد. اون داج سره. آره. برگشت گفت بخچه مهم نیست، ما به این چیزا اهمیت نمیدیم. آره جون خودش. آی امه، همین که همه چی رو پس دادیم، یه بار سنگین از رو دوشم برداشته شد. حالا هم نوبت جیوان شد. آره. ازش پرسیدی دختره کی بود؟
اونه که اومده بود رستوران ماهر خبر نداشت. میخوام از خودش بپرسم ولی یه جا بند نمیشه که کس. ها چی که آبجی یه چیزی پیدا کردم. چی؟ تو بیا یه دقیقه بیا. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. یواش الماس، یواش دیگه یواش. لباسای داداش جیوانه آورده بودم که اینو پیدا کردم. بیا نگاش کن. بده ببینم. حسنا، تو آسمون دنبالش میگشتیم، رو زمین پیداش کردیم. حتما یکی و زیر سر داره که گردن بند خریده. خدای شکرت همه. یعنی کیه؟ اون دختره که اومده بود رستوران نباشه. روشم چند تا حرف نوشته شده. بذار ببینم، من از طلا و جواهرات سر در میارم. ببینم عمران نیست؟ مامان دختر چرا بی خبر میای؟ اینجا چی کار داری ها؟ شما اینجا چی کار دارین ها؟ هیچی، لباسه که داداش جیوانه آوردی. آره نه بابا، همه تون چی شده؟ واسه چی اومدی؟ راستی میگم میشه با جیلان یه سر بریم بیرون؟ خب با علی میریم، تنها نیست. عارفه دخترم، تو میخوای باباتو دیوونه کنی؟ آره مامان، تو رو خدا مگه چی میشه ها؟ جیلانم حالش خوب میشه، تازه با علی و ماهر میریم، غریبه که نداریم. یعنی واسه اینکه حالا هوامون عوض بشه. ها باشه مامان. ها مامان دختر دیگه بسه، هی ها مامان ها میکنی. ماما برن؟ من نمیدونم والا. برن امه. برن. من نمیدونم دخترم. چه لزومی داره حسنا؟ بهاءالدین، دختر بیچاره یه همچین بلایی سرش اومده. بشینه تو خونهش دیگه. بابا اونم خودش دوست نداره بره بیرون، من اصرار میکنم. پیش ما خجالت میکشه، حوصله‌اش سر میره. بره یکم هوا بخوره. بهاءالدین، به دختر بیچاره فشار نیار. علی هم باهاشونه. نمیشه، نمیشه. بهاءالدین، عزیز دلم، مگه نمیگفتی هیچی تو دنیا از دخترات برات مهمتر نیست؟ دخترت از اتاقش بیرون نمیاد، علی هم هست، خواهرش هست، دو کلمه باهاش حرف میزنه، یکم میخنده. ببین
اگه اون آفرین ماهرم بیاد با علی قراره بیاد. مراقب خارس باشی، همینجوریش هم دلش شکسته. شما نگران نباش، جیلان هر جا بره منم باش. یه لحظم تنهاش نمیذاری، فهمیدی؟ قول میدم. ما دیگه رفتیم. پاشو آزیر شو، پاشو دیگه، پاشو داری میری، لباستو بپوش، سود باش. جیوان، جیوان، شروع شد، شروع شد، بریم. شب بخیر، میتونیم بریم داخل؟ درو بسته شده. آخه ما بلیت داریم، تازه شروع شده دیگه. متاسفانه نمیتونید برید تو. را بیافت بریم. کجا؟ جیوان؟ برو 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 بیرون. کجا میریم جیوان؟ ها؟ بگو دیگه کجا میخواییم بریم؟ ها دارم میان عارفه. دیر که نکردیم. نه بابا تازه شروع شده، میریم میرسیم. به چی؟ داداش مگه نگفتی میریم پیش دوستامو؟ داداش من به چی گفتم؟ گفتم حسابی خوش میگذرانیم، به دوستت اعتماد کن دیگه. ای بابا من پایم. این شد آبجی واسه چی پایی؟ میگه خوش میگذره دیگه. بیاید دیگه زود بشین، به خدا خوش میگذره. بیاید بیاید زود بشین. یه جای دیگه. چه قولی بهت دادم؟ خب نتونستیم بریم. حالا نشد میریم جای دیگه. کجا؟ بگو دیگه جیوان. خب یکم صبر کن. حداقل بگو چه جور جاییه. الف انگار الف و ال. الف و آره رمه بعد از ر او داره. او شاید مرکو باشه. ها له نداره که الماس. ای بابا اینم این دایه مرچه میمونه. آبجی نکنه دختر ایتالیایی باشه. دختر اگه اون ایتالیایی باشه باید نوشته باشه یلدا، مگه جز اون کسی از ایتالیا اومد؟ آره اینم درسته. حسنا جیوان باز کجا رفته؟ نمیدونم، عمه همش میره بیرون. شاید خودش برداره بیارتش. نه عمه اون هیچ کسو نمیاره. این دختر اگه خودم پیدا کردم کردم، وگرنه جیوان قبل اینکه پاگیر بشه میذاره میره. شاید شوهر خواهر میدونی با هم رفتن جیگرکی. شاید به اون گفته باشه. ول کن هاچیک، اون خودش به اندازه کافی مشکل داره. یه دونه او داره، چیزی دیگه ای که من نمیبینم. ری داره، ری هم داره. اینه هاش. باید به موقع اینا رو پرداخت کنم، چاره دیگه ایم ندارم. اینو ولش کن، بگو پول از کی گرفتی؟ از یه نفر گرفتم دیگه، منش کن. نامزدی به اون بزرگی گرفتی، کم پولی نیست که. نکنه یه وقت نزول گرفته باشی. نه بابا همچین چیزی نیست. ببین بهای دین، این آدم ها رحم و مروت ندارن. اگه تحت فشاری یا اینکه یه وقت نمیتونی. میکنم، مجبورم. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci sento a tuo cibo d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci sento a tuo cibo d'amor. Non più fra questi bei panacchini,
cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. برای من از عشق میگی و حالا زندگی با تو زیباتره. این آهنگ برای توه و نشونه های عشق گذشته است. برای من از عشق میگی. آسمون دیگه آبی تره، آفتابی تره. میخوام تمام عمرم با تو بگذرم. من میخوام تمام عمرم با تو بگذرم. چه خبر بابا؟ عالیه. چطوره؟ گفتم خیلی خوش میگذره نه؟ بیا عرفه بیا. گفتی یه ساعت بریم یه جای ساکت و آروم. آره آبجی جیلان ببین اونقدرام بد نیست آبجی. یعنی چی بد نیست؟ من دیروز تو نامزدی خودم نمونده ملن اینجا بمونم؟ جیلان واقعا آفرین به تو، تبریک میگم. جیلان نه که میخوایی ما بریم بیرون. واسه چی برید بیرون آخه؟ تا اینجا پا شدیم اومدیم. جیلان Thank you.
حسنا، حسنا، دختر حسنا، بیا عمه. بیا بیا بیا. مطمئنی فهمیدی عمه؟ همه جای گردنبند و چرخوندم. اینجوری که نگاه میکنی هیچی نداره، اینجوری هم هیچی نداره، بعدش اینجوری کردم. بذار ببینم. اینجوری ببین، ببین، بخونش، بخون. تور ترکان. آره ترکان. اون دیگه کیه؟ نمیتونم عمه، ولی مبارک باشه انشالله. اگه به من میگن حسنا تا این دختر جیوانو به هم نرسونم آروم نمیگیرم. دخترمونو پیدا کردیم. آبجی تو هم میخوایی همه رو به هم برسونیم. حالا چی میشه مگه؟ هیچ، بذار ببینمش. آره نوشته ترکان. فوتش کن. بده اون فوت کنه، بده فوت کن دخترم، میچرخه. فوت کن. جیلان اخماتو باز کن دیگه، داریم میریم آبچی. کتت نیست داداش. چی؟ یه ساعت اینجا دارم دعوا میکنم. یعنی چی کتت نیست داداش؟ حتما اشتباه شده دیگه داداش، یکی برداشته برده. رو کنار ببینم. ماهر دیرمون شد آبچی، الان مامان اینا گرفتن خوابیدن. خیلی خوب کلیدا دستت، هم میریم خودمون باز میکنیم. دست خودت. چی؟ کلید دیگه. جیلان دست من نیست، دست توه. آجی من فکر کردم دست توه. حالا چیکار کنی؟ خوشت اومد؟ خیلی ممنون جیوان. چیز بیلیتا دستتون؟ بیلیتای کنسرت؟ آره واسه یه چیز میگم، یادگاری بمونه. معلوم نیست کی بتونیم باز بریم. اگه تو بخوای میریم. مگه نمیخوای برگردی؟ برمیگردم. شب بخیر. یارو کت منو برداشته برده داداش. پسر فقط برو دعا کن کسی دیگه ای با این کت نبیندت. داداش دکمه‌هاش هم بسته نمیشه. ولی خیلی بهت میاد. عارفه تو رو خودم از خرم نکن، ناراحت میشم. آبجی اومدی کلیدا رو جا گذاشتی اینجا داری کلی هم حرف میزنی، بس کن. من فکر کردم تو برداشتی دیگه، از کجا میدونستم؟ خب یادتون رفته دیگه، در رو میزنی معذرت خواهی میکنیم. آره بابا هم بیدار میشه، خیلی خوب میشه، عالی میشه، اصلا یه وضعی. به آبجی هات چیک زنگ بزن.
اون گوشیشو خاموش میکنه. بعدش هم خوابش سنگینه، روشنم باشه نمیشنم. خب حالا چی کار کنی؟ من چه میدونم آخه؟ آبجی، میگه هم از اون پنجره پشتیه برو، همونی که یه بار رفتی رو کول آبجی هاچی که ازش رفتی تو. آره آره، رفتی رو کولش؟ رفتی بالا؟ آره من میرم بالا، مشکلی نداره که بابا. خیلی خوب عارفه، برو ببینم. وایسا یه لحظه وایسا، بذار من برم داداش، هیکل من بزرگترم میدونی، خب اون راحت تر میتونه بره بالا. بریم عارفه بریم. شت. من میرم اونجا، میرم بالا در رو باز میکنم، شما هم اینجا منتظر باشین. خیلی خوب باشه. کدومشون عارفه؟ اوه این که خیلی بالاست. میخوای علی رو صداش کنم؟ نه نه حلش میکنیم. خیلی خوب باشه، بیا برو بالا. یه لحظه باشو، منو نمیندازیم که ها؟ نه بابا، من کبابای به اون گندگی تو رستوران میذارم بالا، مگه نمیبینی؟ ماهی به خدا اینه فر میمونی. نه برو. نه چی شد؟ اسرا اسرا چی شده؟ تشنم بود بهای دین. منم خوابم نمیبره. دخترها اومدن؟ تنها که نیستن بهای دین، علی پیششونه. من یه زنگ به علی میزنم. بهای دین همین جوریش هم 100 سال یه بار همچین کاری میکنن. من اصلا حس خوبی ندارم اصلا. بیا بخواب تو رو خدا، تازه مریضیت خوب شده، خودتو ناراحت نکن. میان دیگه میان، بیا. بیا دیگه بیا. اونا کجا موندن؟ حتما عارف نتونسته بره تو. رای دیگه ای نداره؟ نه. باید بابامو بیدار کنی. وای خدا، اون همینطوریش هم عصابش خورده. جیلان، شایدم عارفه حلش کنه. چی شده عارفه؟ با تو هم با چرا اینجوری میکنی؟ برو دیگه. یه لحظه ساکت شو دیگه. عارفه، چیو داری تماشا میکنی آخه؟ برو دیگه. عارفه، چون هر کیو دوست داری برو تو. عارفه میگم ساکت شو بابا. واسه چی ساکت شم؟ خب کمر من داره اینجا میشکنه خواهر من، کمرم شکست. خب زود باش دیگه. گلاس عارفه، عارفه گلاس. ای بابا ماهر، ماهر داری چی کار میکنی؟ یه لحظه بایی میبرم ات، بذار استراحت کنم. نه استراحت نکن بابا، منو بفرست بالا. صاف ایستا بلندم. نه ماهر، ای بابا، ماهر، نه، آی، آخ، آی عارفه بابا. این چه بز شاخ دخترم؟ بابا ما داشتیم سعی میکردیم بیاییم تو خونه. سلام اوستا. آفرین به تا. بیا بودو بیا. ماشالله نشونت میدم. بهای دین دزد اومده. بهای دین الان نشونت میدم. حالا ببین شوهر خواهر. بهای دین کجا میری؟ چی شده این وقت شب؟ برید بخوابید آبجی. جیبان از اینجا بریم، چی کار کنیم؟ شب بخیر اوستا. شرمنده اوستا، بیدارتون کردیم. مردی که تو منو مسخره کردی ها؟ مردی که عوضی؟ بهای دین، بهای دین، مردی که این وقت شب این دوستا اینجا چی کار میکنی؟ اونم کنار پنجره.
بابا کلیتامونو جا گذاشتی. لعنتی. نخواستیم شما رو بیدار کنیم. ساعت چنده؟ بهادین تو رو خدا بیرون داد و بیداد نکن. بگو بچه ها بیان تو. بیاین تو دیگه بچه ها بیاین تو. نه زنده داشت، ما نمیاییم. دخترو بیاید، دخترو بیاید دیگه، بیاید. بری تو، بری تو واقعا که بودو. بابا شما مگه دیوونه اید؟ من دخترو با دست شما سپردم، اون وقت شما این گوساله از این بر به اون بر برید. آخه چه مسخره بازیه؟ من گفتم از پنجره بریم، گفتم در قفله، از اینجا نریم تو. تو ساکت باش. حالا این بیعقله مغزش عین گنجشکه، یه ذره عقل تو کلش نیست. اوسا تو چجوری با عقل این کار کردی؟ ها؟ این کار در شن توه؟ آدم در میزنه؟ زنگ میزنه؟ خب اوسا نخواستیم بیدارتون کنیم. این چیه؟ ها؟ این چیه؟ این چیه که پوشیدی؟ آه اینو میگی؟ کتم تو رستوران جا به جا شد، این موند برای من. گای گل بود به سبز ریز آراسته شد. آفرین به تو ماهر، ماهر. بهادین نه 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 بهادین نه نه، آروم باش آروم باش. گمشا برا جار چشمم نباش. شما بازی به بعد حق ندارید پاتون از این خونه بذارید بیرون. یعنی چی حق نداریم؟ همین که گفتم حق ندارید. کلیتا رو ما جا گذاشتیم. آخه چرا از دست علی و ماهر عصبانی میشه؟ مگه بابا تو نمیشناسی؟ آبجین باید کلیتا رو برمیداشتی که. کی؟ تو همش دیر دادی. بریم بیرون، بریم بیرون. این دختر بیچاره هم گول زد. چه گول زدنی آخه؟ مگه بچه هست؟ ساکت شو. این دختر بیچاره از نام زدیش فرار کرده، همینجوری شم ناراحته. نه مامان ناراحت نشین دخترم. شرمنده خاله حسنا، مزاحم شما هم شدیم. آره زن داداش حسنا، یه لیوان آب بده بخوریم ما دیگه میریم. آب؟ آره داداش تشنمو شد تو این وضعیت. دارن میرن، چی کار کنیم جیوان؟ خیر باشه آبجی. داداش چرا عصبانی شد؟ خب تقصیر بچه هاست دیگه. من گفته بود هنوز هم داری همیشه رو میندازی تقصیر من. ساکت شو دیگه دختر، ساکت شو. این دختر تقصیری نداره، تو تره گوشش خوندی. بریم بریم. چی خوند؟ حسنا اون دستتو بیار پایین. این وقت شب چی شده؟ یه لیوان آب بهمون میدی زن داداش؟ هاچیک برو یکم آب بیار. نرو آبجی آتشیک، دستت درد نکنه. واسه چی؟ داداش الان اوستا برمیگرده میاد. چرا شلوغش میکنی؟ میخوایم یه لیوان آب بخوریم دیگه. علی بذار بخوره دیگه. باشو بریم تو، راه میخوری. شبتون بخیر. شب بخیر. میبینمت. هنوز داری دست کن میدی دختر؟ مامان آبرومو بردی. وای آبرمون رفت، آبرمون رفت، آبرمون رفت. علی ممنون. داداش دخترای خودش کلیدا رو جا میذارن، بعد همه کاسه کوزا رو سر من خراب میکنه. نگاه کن آخه. معلومه که رو سر تو خراب میکنه، یا نگاه به خودت بنداز. این کتو درش بیار دیگه. داداش تو این سرما سردم میشه. خب فقط پیرن تنمه. تازه اینم بد نیست. خب یه جورایی انگار این زرق و برقاش بهم میاد، نه علی؟ ماهر زرق و برقی. سنگم به پشت گیر کنه میندازه گردن ماهر. دختر چه سنگی؟ گفتید میریم یه کمی چرخیم ولی رفتید رستوران. تو چرا؟ جیلانو دنبال خودت میکشی میبری عارفه ها؟
این دختر همین جوریش هم ناراحته. عمه من ناراحت نیستم. ناراحت نشو دخترم. ماما خیلی خوب دیگه، همه برین اتاقاتون برین. آبجی یه چایی دم نکنین؟ آره پیراشکی هم داریم، خوابمون که دیگه پرید. آره برین بخوابین، این وقت شب آخه چایی میخورم. من رفت. شب بخیر. خوب بخوابی عمه. تو هم همینطور. چیکار کنیم؟ چای بخوریم ها؟ دکترها میگن از ساعت 11 به بعد چیزی نخور. آره میگن اگه از ساعت 11 به بعد چیزی بخوری نفت میاره. بابا چربی تولید میکنه. نه بابا چربی تولید نمیکنه دختر، نفت میاره. نه بابا. شب بخیر. صداشون قطع شد، انگار رفتن خوابیدن. بریم. یه دقیقه صبر کن، دوتایی با هم نریم باشه؟ باشه، اول تو برا بعد من میام. خیلی خوب. شب بخیر. شب تو هم بخیر. برو دیگه. اول تو برو. خیلی خوب. برو. خودت برو. صبح بخیر. این چیه پسرم؟ یونس
اینو از کجا پیدا کردی؟ از اتاق داداش جیوان. زشته پسرم، اصلا کار درستی نیست بدون اجازه بری تو اتاق کس دیگه. دیگه این کارو نکن یونس. ماما جانه بلنشو دختر قشنگم، امروز روز قشنگی میشه. چرا؟ جیوان جانم، داداش جیوان کجاست؟ نمیدونم، رفتم ساعتشو بذارم تو اتاقش، اونم حتما پایینه. من حاضرم. خوبه، تو برو، منم الان میام. باشه؟ باشه، اونجا میبینم تو. صبح بخیر. صبح بخیر. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. نوشه جان؟ بیا جیوان جان، برو بشین. گفته یکم میگردم بعد بر میگردم میام. بابا به خدا، منم نمیدونستم میخواییم بریم رستوران. انگار دیشب شب پرماجرایی شد. آره پرماجرا شد. تو چی کار کردی؟ هیچی. صبح خیر. صبح بخیر یادگار جان. صبح بخیر. ماما الان میام عزیزم. جانم خیر باشه یادگار. چی شده سر حالی؟ هیچی امه، خوب خوابیدم از اونه. من هر چقدرم خوب بخوابم بازم قبل از صبحونه به خودم نمیام. حتما باید یه چیز کوچولو بخورم به خدا. آی چند وقت بود تو فکرش بودم، الان من میرم یه تخم مرغ میپزم با گوشت. چه چند دفعه پیشم نخوردی؟ نه دخترم، تو نمیخواد زحمت بکشی، لازم نیست. چه زحمتی شوهر خواهر، زود میپزم میام. خوب شد یادم افتاده. حاجیک گوشت شخ کرده که بیرون نمونده بوده ها؟ نه می، البته اگه این فرفری بر نداشته باشی. فرفری؟ آفرین به تو طوفان زرد، مثل خانم ایتالیایی طلب نشیم یه وقت. یلدا شوهر خواهر. آره بحث اونو که اصلا باز نکن. جیوان چی شد اون دختره؟ خوبه، ایتالیاست. خب همین دیگه آبجی. بوی خیلی خوبی میده. آره این بار خوب میشه. خوب آبجی، دیشب چطور بود؟ ها؟ دیشب میگم وقتی من و جیلان رفتیم بیرون، نمیتونی چه قیامتی بپا شد. آره شنیدم. نه بابا، مامانم گفته بود میخواین بریم بیرون. رفتم عارفه، صبح از شوهر خواهر شنیدم. خوب تو چی کار کردی؟ هیچی، چه کار میخواستی بکنم؟ رفتم دوستم رو دیدم و اومدم. دوستت آنتپی بود؟ آره، تو برو اینا رو بذار سر میز، منم میام. Thank you.
چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبم؟ یادگار، فرفری قسم خورد ولی تو بازم اون گوشت چرخ کرده رو یه چک بکن، شیطون گولش نزده باشه. باشه. شیطونه دیگه، شیطونه. آماده شد ببجی، تو خونه مرغ داره میاد. خیلی خوب، تخم مرغ آماده شد. دستت درد نکنه دخترم. گوشت چرخ کرده که مشکلی نداره. پخته دیگه بهاءالدین. انشالله که چیزی نمیشه. از تو شروع میکنم شوهر خواهر. نه، من نباید تخم مرغ بخورم. باشه آبجی اسنا. یادگار جان، همه بردارن، هرچی موند من میخورم. بده من میخورمش، دفعه پیشم دلم موند پیشش. خیلی خوب به نظر میاد. پس منم میخورم. منم یکم میخورم. حساب کنی ننم واسه تو میکشم. جیلان جان تو بخور دخترم، تو لازم داری. چرا؟ ناراحت نباش دخترم. ای بابا خیلی خوب، ولی چیزی نگفت که. زود بشین بخورین سرد نشه. بشقه به تو بده یونس. خیلی خوشمزه شده ماما. این همیشه درست نوش جونتون. من یکم دیگه میخوام. جیوان تو هم کیفت کوکه ها. آبجی آخه خیلی خوشمزه است. بده دو قاشق ما بخوریم. هی میگن خیلی خوشمزه شده. خوشمزه شده. شوهر خواهر بابای خودم ادیکی. آفرین بابا بزرگ بهادی. بها جون من، فقط یه قاشق بخوری. تو دخالت نکن عزیزم. بها دین دکتر گفت باید رژیم بگیری. بریز دخترم بریز، با ترس نریز عزیزم، بازم بریز. بیا بیا گردم بند، گردم بند، گردم بند. چی؟ گردم بند، گردم بند. باشه. کجا ماما؟ میرم زود میام دخترم. لقمه تو بذار بعد برو. دخترم مگه این لقمه است؟ یه ذره نون دیگه. ای. بیا بیا بیا. چیه؟ گردم من هنوز اینجاست. تو گردم بند. گردم بند، گردم بند، گردم بند. جیوان هنوزم اون بالاست. هنوز اینجا سابجی به خودش نبردتش. حواسمون پرت دخترش شد، گردن بند و یادمون رفت. بده ببینم، خدا میدونه میخواد به کی بدتش. همه گفت اسمش ترکانی دیگه. گفت ولی ترکان کیه؟ حسنا اون بیا همه، گردن بند هنوز اینجاست. معلومه جیوان یه چیزیش هست، خیلی خوشحاله. این پسر کیو دوست داره حسنا؟ ما میخواییم همینو بفهمیم. اگه کسی باشه ممکنه هست نباشه. دخترم تو دوستی یا دشمن؟ ممکنه نباشه، ممکنه دوست نداشته باشه. یا جیوان عاشق یکی میشه و میمونه، یا برمیگرده میره ایتالیا. ما باید بریم ترکانو پیدا کنیم. دوباره نظره بره ایتالیا؟ نه برعکس، دیگه از ایتالیا خبری نیست. این بار نمیذارم فرار کنه. تا قسمت چی باشه. داداش جیوان بریم. بریم بریم، داره میاد داره میاد. چیزی شده آبجی؟ نشده، داشتیم اینجا رو جمع جور میکردیم.
یادگار. ها. بعدن باهم یه قهوه بخوریم. تو چای خوری نخلستون. جیوان. وگرنه نمیتونم ببینمت. ها؟ باشه؟ باشه باشه. بیا جیوان. اول یه سر به رستوران بزنیم بعدم بیریم بانک. زود باش دخترم تو هم بیا. باشه شوهر خود. دیشب عجب شبی بوده. گردنت چطوره؟ گردنم یکم گرفته ولی خب خوب میشه. اوف. اولش عارفه خیلی با اعتماد به نفس حرف میزد. گفت میرم بالا چیزی نیست ولی بعدش... بعدش یهو... بعدش چی شد؟ یهو بعدش میدونی اصلا نمیدونم یه چیزی دید انگار سرش گیج رفت نفهمیدم چی شد. جیلان گفت عارفه به این کارا عادت داره. نمیدونم والا. شما چی کار کردین؟ با جیلان؟ هیچی، جلوی در منتظر شما موندیم. خب دیگه چی؟ دیگه باید چی کار میکردیم؟ دختره تازه از نامزده شده شده. حالش بده منتظر موندیم تا بیاین دیگه. اوه علی. اما یکی از قشنگترین لحظه‌های زندگیم بود ماهر. آها دیدی من به چی گفتم داداش؟ گفتم به ماهر اعتماد کن، نگران بقیه‌اش نباش. از این به بعدم همه برنامه ریزی‌ها رو من میکنم. ها ای بابا. ای بابا چی شد داداش؟ وضع گوشتا رو نگاه کن داداش. علی چی شده پسره؟ انگار یخچال خراب شده اوستا، یخ گوشتا باز شده. چراغش هم خاموشه. علی برو کنار من یه نگاه بندازم ببینم. برو کنار یه لحظه. فقط تو را کم داشته اوستا. بس یه نگاه بکنم نتونستم درستش کنم، تعمیرکار خبر میکنیم. علی یه هم بر دست میدی داداش. این عتیقمون هم داغون شد. خب چند ساله داره کار میکنه، باید یه نوعشو بگیریم. خیلی گرونه داداش جمال. ماهر موسا یخچال سوخته مثل این که، یعنی دیگه نمیشه کاریش کرد. هم خودت و هم یخچالی که درست میکنی و هم اونی که اسم مهارت رو روی تو گذاشتن و همین الان بوسه من چی کار کنم؟ یخچال خراب شده دیگه. خب به همه چی ضرر میزنی، به همه چی. داداشی نوستا به هم گیر داده، به خدا گیر داده به هر کاری میکنم بدتر میشه. نه بابا ماهر چیزه، از ماجرای نامزدی جیلان هنوز ناراحته، واسه اون اینجوری میکنه. تو خودتو ناراحت نکن. چه تعمیر کارم بریم همینو میخواد بگه دیگه. موتورش باید عوض شه، اینش باید عوض شه، اونش باید عوض شه. یه نوشو بگیریم ارزون تر در بیاد. بهای دین این روزی رسون ماست. حالا فعلا واسه چند روزی از یکی دیگه یخچال میگیریم، بعدش چیکار کنیم؟ میخوای از یکی قرض بگیریم دیگه؟ جایی واسه قرض گرفتن نمونده جمال. من دیگه نمیتونم خودمو جمع و جور کنم. الان میخوایم بریم بانک، من از اونجا میرم. باشه، من هم اینجا میمونم، بعد فرار میکنم. چای خوری نخلستون. باشه جیوان، زود باش بسرم. خدا حافظ یادگار. به سلامت شوهر خواهر. من اینا رو میبرم رستوران بغلی میام. چرا مگه چی شده؟ هر جا رو درست میکنم یه جای دیگه خراب بشه. موندم چیکار کنم بالا. آقا شاهین چی میگه؟ چی میخواد بگه؟ پولشو میخواد. مگه نمیگفت عجله نداره؟ اولش اونجوری گفت ولی بعدش حرفشو عوض کرد. بس اولش فردا باید بدیم. این آدم اهل حساب کتابه. اگه نتونیم بدیم رستوران ازمون میگیره. بنداز خاله حسنا.
احتمالاً اون یلدارم به خاطر همین دختر فرستاد رفت. معلوم بود دلش پیش اون نیست. مامان جای این کارگابازی ها از خودش بپرسیم. دخترم رفته گردن بند براش گرفته. به ما چیزی نگفته. الان بپرسم میگه؟ ببین آبجی، قبلنم گفتم الانم میگم. داداش جیوان و داداش بهاءالدین یه بار رفته بودن با هم غذا بخورن. آره رفته بودن جیگرکی. شاید با هم درد و دل کردن. یعنی میگید به بها گفته؟ بگی به کی میخواد گفته باشه آبجی؟ تو این خونه 10 نفریم، 8 نفرمونم زنیم. اگه به بها میگفت اونم میومد به من میگفت. بابا اگه من نپرسم نمیگه. خب میگم تو از زیر زبون شوهرت بکش بیرون ببین چی میگه. اگه یکی بدونه اون بهاءالدینه. یونس داره میاد. آی دیدی اون چوب بتونو پاره میکنم. ای بای. خب دست دوم چی نداری؟ نه بابا تخفیفم نمیدی؟ فهمیدم. باشه باشه داداش ممنونم. خسته نباشی. ممنون. چی گفت؟ پیدا کردن یخچال سخته. چند میگفت؟ میگفت اون یخچالی که شما میخواین حداقل 10,000 تا آب میخوره. 10,000 تا؟ آره داداش یخچال بزرگه دیگه. 10,000 لیرو از کجا بیاریم آخه؟ نامزدی هم که به هم خورد. چی کار کنیم داداش؟ من این مسئله رو حلش میکنم داداش. یعنی حل کردن این مسئله دینیه که به گردن منه. همین جوریش هم اوستا این روزا دست من شاکی هست. فکر کنم منم صبح یکم بیشتر یخچالو خراب کردم. ماهر. باشه عارفه. بسپریدش به من. خب دیگه. من درستش میکنم. یه کاری میکنم اوستا ببخشیدم. بسپریدش به من. اینم از برنج و بلغورتون. بفرمایید. بفرمایید نوشه جونتون. عارفه تو اینجا هستی دیگه؟ من یکم میرم بیرون و میام. کجا؟ بیرون یه کار کوچولو دارم. با دوستان سپیتره؟ نه نه میرم زود میام. امروز دیگه وامو بهمون میدن شوهر خدا رو شکر. حالا قسط اولو دادیم، بعدش چی؟ بعدش رو ببینیم چی میشه. اون خانم حساب داره بود. ترکان خانم؟ آره، از اون خواهش میکنیم ببینیم میتونیم قسطش رو یکم عقب بندازیم یا نه. نمیدونم پسر. حالا قسط اولو بدیم، بقیه‌شو خدا بزرگه. تو کجا میری؟ یه کاری دارم شوهر خواهر. باشه، منم ببر رستوران، بعد ماشین رو برمیداریم میری دیگه. شوهر خواهر، کار من. بگیرین و پسر، 2 دقیقه میریم میای دیگه. بگی. آبجی ادگار. عارفه عزیزم من دارم میرم. کجا؟ گفتم که میرم زود بر میگردم دیگه. خیلی خوشگل شدی. جدی؟ موهام خوبن عارفه؟ آره بابا عالیه. خب آدم تو آشپزخونه سر و وضعش به هم میرزه دیگه. چیز خاصی هم نیست. عزیزم آخه سلام. سلام. این کباب تیکیتون، اینم برنج و بلغورتون، اینم کباب دندتون. بفهمی خوش اومدین. سلام، من دنبال آقا بهاءالدین یا آقا جیوا میگردم. آها ایشون بیرونن، یکم دیگه تشریف میارن. شما بفرمایید اونجا بشینی. بگم کی دنبالشون میگرده؟ ترکان. حله. ترکان
خیر باشه، تو چی کار داری؟ هیچی شارخم، همینجوری. ببین پسرم، اگه بری یه جای دیگه کار کنی؟ نه شوهرخوهر، یه عروسی بود که تموم شد، کار من تو ایتالیاست. پس چی؟ میرم یکی رو ببینم و بیام. چایاب لیموی کم رنگتون. ممنونم. نوشه جان. خوش اومدی خاله حسنا. خیلی ممنون علی. استاد نیست؟ چی شده ماما؟ هیچی، میخوام با بابا حرف بزنم. استا بیرونه. کجا؟ رفت یه جایی الان میاد. ترکان خانم هم منتظر اونه. کی؟ ترکان خانم. کجاست؟ ترکان. آره دیگه. کجا میری مامان؟ مامان ترکان خانم؟ بفرمایید. من حسنم، خواهر جیوان. سلام. خوبی؟ خوبم ممنون، شما چطوری؟ الحمدلله. بفرمایید، بشینید لطفا. ممنون عزیز دلم. ای بابا دختر، تو برو دیگه. عارفه، بیا میخوام یه چیزی بهت بگم. چی شده؟ بیا دیگه، بیا میخوام یه چیزی بگم. بگو چی شده؟ ببین من تو رو میشناسم. الان خیلی ناراحتی. منم ناراحتم. واسه همین باید یه راهی پیدا کنیم عارفه. چی داری میگی ماهر؟ آه، علی، یه لحظه بیا. بذار علی هم بیاد، یه مسئله یه که به هر ستامون مربوطه. چی شده؟ بیا دیگه، بیا. اومدی دنبال جیوان ره؟ نه حسنا خانم، من بابت یه کاری. مرگ من. یعنی چی؟ باید بگی آبجی حسنا، لازم نیست رسمی حرف بزنیم. آبجی حسنا، از همون اول ازت خوشم اومد ترکان جانم. من از هر کسی خوشم نمیاد. سلامت باشی. تو هم سلامت باشی عزیز دلم. تو رگه ایتالیایی که نداری؟ ایتالیایی نه، من آنکاراییم. چه بهتر، جدایی خیلی سخته. حسنا؟ اون آبجیم نیست؟ پیشون خانومه چیکار میکنه؟ نمیدونم شوهر خواهر. جیوان، تو که به خواهرت چیزی نگفتی ها؟ نه نگفتم. پس از کجا میشناسدش؟ شاید هم نمیشناسدش. آبجی رو که میشناسی خیلی زود صمیمی میشه. بری. کجا؟ باید آبجی تو ازش دور کنی. یعنی چی دورش کنی؟ سرم آبجیت از ماجرای آقای شاهین خبر نداره. باشه شوهر خواهر، ولی تو ترکانو سرگر کن. نمیشه شوهر خواهر، من کار دارم. تو هم یکم کوتا بیا دیگه. تو کارو تو ولش کن، من آبجیتو میبرم. تو هم ترکانو سرگر کن، بعدم هر جا میخوای بری برو بابا برو. اسم عملیاتمون نقشه کم کردن بدهی اوستاست. اوه او او. ما فکر کردیم چی میخوای بگی حالا؟ علی، اون مسئله که ورثتمون مربوط میشد این بود؟ ولی شما نمیذارید که من حرفامو بزنم. خب خیلی خب، حالا چی کار کنیم؟ از بیمه میگیریم. چیو؟ پولو. اون وقت چجوری میگیریم؟ اینجا رو آتیش میزنیم. یعنی خب رئیس چند ساله داره به بیمه پول میده؟ پسر مگه ما مافیاییم؟ داداش این همه ساله داره پولشو میده، ما هم یه چیزی در مقابلش از بیمه میگیریم دیگه.
داداش حسن میخوای بیا کل محله رو آتیش بزنیم که همه پولدار بشن، اینطوری خوب نمیشه؟ ممنون داداش، فکر خیلی خوبیه. من نیستم. باشه خیلی خوب، اصلا یه فکر دیگه میکنیم. عارفه علی یه لحظه وایسین دیگه. عارفه ای بابا علی، چشم بد به دور باشه، جیوان من هم شجاعه هم دلرحم و انسان دوست. ترکان جان خیلی هم عالی. شوهر خواهر بهای الدینت هم همینطوره. جیوان در موردش با تر زده؟ نه ما تازه با هم آشنا شدیم. کجا؟ خسرا روز خوش آقا بهاءالدین. خوش اومدید بهاءالدین. من دخترمون ترکانو نمیشناختم، چقدر خوشخنده و خوشزبونه ماشالله. ممنونم. جیوان جان از کجا با هم آشنا شدیم؟ سر کار آبجی، سر کار. ترکان خانم بریم تو بالکن. بریم. شما برید، من میام پسرم. ترکان جان خدا نگهدار آبجی حسن. کجا؟ بالکن دیگه. حسنا شاید جوانا میخوان با هم دیگه حرف خصوصی بزنن. تو دخالت نکن بی خیال. ترکان جان خونمونم بیا باشه. ممنونم. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. چی میل داری؟ یه قهوه ترکی کم شکر. علی یه قهوه ترکی کم شیرین و یکی هم متوسط. باشه داداش. امروز قرار بود همو ببینی؟ من در مورد اقساط با آقا شاهین صحبت کردم، میخواستم خودم بهتون خبر بدم. یکی هم این که اسم اون شیرینی که دفعه پیش خوردیم و میخواستم بپرسم. شیرینی لوک؟ شیرینی لوک، طعمش هنوز زیر زبونمه. اونو شوهر خواهرم درست. شما چی؟ من تو ایتالیا کار میکنم. بله درسته، خواهرتون گفت. بفرمایید. بازم میل دارید؟ نه ممنون. خداحافظ. حسنا ای وای دختر زهرمو ترکوندیا. مگه قرار نبود حرف بزنیم در مورد رستوران یادگار؟ گفتی فکرتو مشغول نکن. حرف میزنیم بهیه جان، ولی فعلا منتظر بهاءالدین. ای چی بهاءالدین؟ اون گفت قبل از اینکه رستورانو بهش بدیم باید یه سری مسائلو حل کنیم. ببین به فرض محال فکر کنیم بهاءالدین گفته باید حقوق بازنشستگی تو جمال رو بدیم، درسته؟ گفت اگه قبل از جمع جور کردن کارا تحویلش بدیم حق اونا به گردنمون میمونه. اینم درسته. از کجا میدونی؟ شاید یادگار رستوران رو فروخت به یه نفر دیگه و رفت به کارش. بهاءالدین اینجوری گفت. درسته.
آره، بهترین کار اینه که تا وقتی حقوق بازنشستگیتون رو نگرفتین به هیچ کس چیزی نگیم. وای عزیزم، من قضام رو گاز مونده به یه جان، با اجازت من دیگه میرم. عزیزم مار، ببخشید. یادگار جیوان، من اومدم. یادگار، کارم با شوهر خواهرم یکم طول کشید، تو رستورانم، الان میام. تو رستورانی؟ آره الان میام. تازه میخوایی را بیفتی جیوان؟ لطفا یکم صبر کن. لازم نیست، بعدم میبینمت. الو، الو، ببخشید میشه حساب منو بیاری؟ چشم خانم. ترکان خانم، تو آسمون دنبال تو میگشتیم، رو زمین پیداتون کرد. حالتون چطور آقا بهادین؟ والا خوبیم، ولی یه خواهشی در مورد مهلت این اقساط داشتیم. جوان پسرم یه دقیقه بیاین. شد من این قفه ها رو میبرم و میام. خیلی خوب باشه. عارفه یه لحظه وایس، میخوام یه چیزی بگم. باز چی شده ماهر؟ ببینین میخوام یه چیزی بهتون بگم، ولی هی نگید ماهر بسه، ماهر چرت و پرت نگو. باشه، باید تو تهش گوش کنین. خب باشه علی. من یه آشنای دوست دارم. ای بابا فیل کن دیگه. داداش انصاف داشته باش. گفتین تا تش گوش میکنین دیگه. برادر من دوست میخواد بیاد اینجا چی کار کنه؟ مگه اینجا بیمه نداره؟ مگه دوستی بیمه داره؟ آره، دوست میاد اینجا یخچال خرابو میدوسته و میره. ماهر تو حالت خوب نیست. چرا داداش، طرف دوز ماشینه، یه بارم گیر افتاده اما دیگه توبه کرده. من میرم باش حرف میزنم، یه جوری راضیش میکنم دیگه، اونم میاد میدوزدش. هیچ کس هم ناراحت نمیشه والا. نه بابا. آره، یخچالو میبره، بیمه هم پولشو میده، اوسنا هم واسه اولین بار تو زندگیش یه نفس راحت میکشه. ها؟ راستش نمیشه. عارفه ببین، قیمت یخچال که مشخصه، وضعیت اوسنا هم معلومه. تا کی میخوایم ما یخچالو بقیه کارمون رو را بندازیم آخه؟ بفهمید چی میگم دیگه. آبجی جیلان، افسردگی یعنی چی؟ چی شده؟ واسه چی میپرسی؟ همینجوری کنجکاو شدم. خب ببین، اگه یه وقت دلت گرفته باشه یا ناراحت باشی، اون موقع میشه گفت تو الان افسرده شدی. تو خیلی ناراحتی؟ خب یکم به خاطر اینکه از داداش تایلان جدا شدی؟ نباش. خوبم، نگران نباشید، افسردگی هم نگرفتم. خیلی دختر خوبی بود. گفت واسه یه کاری اومدم، ولی کار بهونه. آره، میخواست جیوانو ببینه. میگفتی ما هم بیاییم ببینیمش دیگه حسنا. صالحه یکم سب کن، هنوز نمیدونیم چه خبره که. میخواستم صداتون کنم ولی بهادین اینا اومدن، جیوانم دختره رو برداشت. شمارشو نداری؟ امه، اسمشم تازه فهمیدیم.
داداش جیوان اگه بخواد خودش میگی میاد. وقت نداری منتظر جیوان بمونیم. دیدی در مورد یلدا هم صداش در نیومد. اگه فردا پس فردا بگه میخوام برگردم ایتالیا چی؟ این بار باید محکم کاری کنیم. چی کار کنی؟ دعوتش میکنیم خونمون. شمارشو از کجا گیر بیاریم آبجی؟ خب باید واممون شب حاضر میشه. من قسط اولو فردا تقدیمتون میکنم، ولی برای بقیه‌اش یکم وقت میخوای. من با آقا شاهین حرف زدم، راستش قطعی نگفت، ولی به نظر من یکم دیگه فرصت میده. شوهر خواهر میگم من دیگه باید برم، یه کار خیلی مهم میدارم. پس با هم بریم، منم دیگه کارم تموم شده. بفرمایید چارکار خانم، منتظر خبرتون هستم. حتما جوان بدرقش کن. خدا نگهدار. بابت قهوه ممنونم. روز خوش. ای وای ترکان خانم، دیروز گردنبندتون افتاده بود اینجا. درسته، زنگم زده بودی. ممنون. میشه شما برام بندازین؟ اگه الان اندازمش گمش میکنم. خیلی ممنونم. یادگار.